نه ترس خانم اسدیه. من فکر کردم اینه. ای جاد بیداد بشه. چی بگیرم برادر؟ چی داری میگی؟ بابا من این واگو نگیرم بیچاره میشم، بدبخت میشم. بابا من 100 تا مدیر دیدم. 6 ماه تو نوبتم. بعد این آقا بالا میشه بیاد زیر آمل میذاره که این چندرخواستم آقا چنگم در بیاره. آقای محترم. آقای محترم خودتی. من به رئیس چیزی نگفتم. بس کدوم بیشوری رفته گفته؟ جز مریضون کسی نبود تو ماشین. آقای قیصری چه خبر عزیز من؟ صدا کل اداره رو برداشته. حالا خوب رئیس رفته بیرون. رفته باشه به جهنم. آنتنش که هست همین آقا همه رو میبینید کف دستش. بچه یا احتقام سن تو نگهدار. بس اگه نگهداری چه غلطی میخوای بکنی؟ گفتم به کسی چیزی نگفتم. بابا جا بابا بی تو بگو. تو بگو واسه چی جلو بابامو گرفتن که اینا بدونن. عزیز من مشکل تو اصلا ربطی به ایشون نداره که. گیر کار تو به خاطر ضمانت وام آقای فرزین سرمدیه. نرفته قسطاشو پرداخت کنه، جلوی وام تو رو گرفتن. بابا من خبر دارم، نامش از بانک اومده برای من. اگه نره تسویه کنه جلوی حقوقت هم میگیرم بیچاره میشی. یا چرت داری میگی یا مثل که دلپیچه زده به مغزت. سرمدی دیگه کیه؟ عزیز من تو رفتی ضامن شدی، از من میپرسی کیه؟ بفرما. دیدی آقای سری بی خود داری تهمت میزنی به بیچاره. بابا گناه میکنی به خدا، گناه میکنی به جون عزیزتون. آقا شرمنده بدون تعصب هم چیزی تب دارم، همینجوری دارم هزینه میکنم، یعنی از اون میگم اصلا منظور بدی نداشتم. بیا جونو من بیا یه لقمه از این کوفته بزن. الو شرکت فراتم گستران بفرمایید. ای زهر مار شرکت تم گستران، مگه من به تو نگفتم تو فریب و حق نداری برید اون پایین؟ مامانت کجاست؟ مزید سویج رو بیار. بابا چون مامان نیستش رفتن جهیزی فریبا رو بیارن دیگه. رفتن؟ با اجازه کی رفتن؟ بابا خودتون چک دادید گفتید امروز برن. من غلط کردم لعنت بر شیطون. برو اون شماره بانکای سیروس برده بیار ببینم. باشه چشه لازم باشه. هرچی زنگ میزنم موبایل جواب نمیده. چند؟ خیلی خوب اون پایین نشینی ها، برو به درس مشقت برس. خداحافظ. لعنتت کنه مجیدی، حواست کجاست؟ ببین آقای محترم این دفعه پنچر کردم، دفعه بعد پنچر نمیکنم، زنگ میزنم جرثقیل بیاد ببره. خانم محترم بنده که شماره موبایلمو زدم پشت شیشه. اگه بخوام به هر شماره زنگ بزنم باید ما 1,000,000 پول تلفن بدم. رحم کنید به ما، اینجا حریم ماست. ببخشید رحم کن، انگار قتل انجام دادم. مجیدی خدا بگم چی کارت کنه؟ یه کمک کن این لاستیکا عوض کنی بابا. آقا رضا جو حواست باشه اینا رو درست بذار، این ماشین حرکت داره یه وقت نریزا. احتیاط کن حواست باشه. آقا بالا مواظب باش. من الان یه موکت هم میندازم زیر. آقا ادیفه یه زحمت بکش بگو محکم ببندن. بله. که یه وقت تکون نخوره خط و خش ور بده. خیالتون راحت باشه اوما خانم. بچه‌ها کارشون اینه روزی 100 تا پارچا بجام بگیرم. ای بابا آقا رضا چیکار میکنی بابا؟ پدر منو درآوردی، این سومیه. ببخشید. اینو بذار یه جا نیفته. ای بابا این دیگه شکسته، درب داغون شده. اینو بذار اون بالا کنی. چشم عوضش میکنم. الو فریبا کجایی شما؟ الو سلام بابا. هیچی دیگه، اومدید بریم جهازو سوار میکنید. بابا جان گوش کن چی میگم، فعلا خرید نکنید، برگردی بری خونه. آخه واسه چی؟ واسه چی نداره دخترم، واسه وام مشکلی پیش اومده جلوشو گرفتن. نه خیر، تا مشکلش حل نشه جهاز بی جهاز. کی بود؟
چیشون؟ بخت من بدبخت بود. میگم کی بود؟ بابا بود دیگه. کی بود؟ گفت جلوی واممو گرفتن اینا رو پیاده کنی. یعنی چی جلوی وامشو گرفتن؟ چرا گرفتن؟ نگفت، عصبانی بود. گفت جلوی وامو فقط گرفتن. بابا گرفتن که گرفتن، کاری نداره که. چه ناراحت میشین؟ دیگه ما جایزه رو بار زدیم. ببین آقا یدی آشناس، بهش میگیم 10 روز چک کن میندازه تاریخ عقب، بعد 10 روز این درست نمیشه. نه 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 بگی خالی کنن. من نمیتونم جواب صمدو بدم. نه بگی خالی کنن. مامان چی خالی کنن؟ یه دقیقه صبر بکن شما. الان هماجون داره راست میگه، تاریخ چک یکم میندازیم عقب‌تر، تا موقع وام حاضر میشه دیگه. بابا اگه حاضر نشو چی؟ تو جواب بابا تو میدی؟ بابا من جواب آقا صمد گندم جون، من جواب آقا صمدو میدم. ببینم مگه آقا صمد نمیخواد واسه دختر گلش جهیزیه بخره؟ خیلی خوب دیگه، حالا این مغازه نشه اون یکی مغازه. الان نه 10 روز دیگه فرقی نمیکنه که. حالا باز خوبیش نه که حداقل صاحب این مغازه آشناست، آدم میتونه مثلا باش چونه بزنه، بگه تاریخشو بندازه اونورتر. اصلا نگران نباش، ما هم که نامردیم هستیم، منو سیروسم دیگه خیالت راحت باشه. ببین جون تو سرتاش هم میاریم، حل میشه، میره پی کارش. نمیشه اون وقت من بابا بریم دیگه، اما اگر نداره بریم. بریم فریب مبارک مادر. پسر جان من خوبی تو میخوام، من نمیخوام کلاه سرت بره، کمیسیون خودو بگیرم. این به درد تو بخور نیست، من قول میدم بهت. سلام آقا سیفی. سلام آقا صمد. این ورا خوبی آقا صمد؟ محبت بکنید دو دقیقه بشین، من الان خدمت میرسم. باشه چشم. فرزین کجاست؟ فرزین که از اینجا رفته صمد جان، بشینی من خدمت میرسم. من باید چیکار کنم؟ رفته کی؟ بابا دو سه هفته میشه. صمد جان دو دقیقه بشین. آقا من باید چیکار کنم؟ سیرو چرا موبایلش رو جواب نمیده؟ موبایلش جا مونده، خودش هم مشتری برده سر ساختمون. محبت کن صمد، اپ بالا غیرت هم بشین معنا خدمت. آقا مگه بچه‌ش موبایلش رو بفرما بشین؟ 10 بار به شما گفته بشین من که علاف شما نیستم آقا جون، بفرما بشین. آقا بالاخره من باید چیکار کنم؟ تکلیف من روشن کن، من چیکار باید بکنم؟ ببین پسرم چاهش مشکل داره، بوی گند میده، خونه سر راه اتوبان قرار گرفته، تازه صابخونش هم آدم جالبی نیست، هر روز با اون مستاجر قبلیه دعوا داشت. من اینا رو به خاطر این میگم که فردا رفتی توی اون خونه تن بدن جد آباد منو تو قبر نلرزونی. آقا سیروس یه چیز دیگه میگفت. آقا سیروس جفن گفته، من به تو دارم راستش میگم، خود دانی. خیلی خوب، خیلی ممنون که راهنمایی کردید. خدا پدرتون رو بیامرزه. خدا پدر مادر شما رو بیامرزه. آقا سیفی سیروس کی میاد؟ الان میادش، بشین یه چایی برات بیارم. زهرمار میخورم چایی. آقا سلام علیکم. چکریم قربان. چیشو قرارداد تو بستی؟ کدوم قرارداد مرد حسابی؟ تو قرار شد هوای ما رو داشته باشی، نه اینکه یه خونه بنجل در بداغون به هم بندازی. بنجل کدوم نو کردم؟ خونهش مرکز، قرار اتوبان بغلش رد شه. بس آقا سیروس ما رو سیا نکن. آی سیفی همه چی رو برام گفت. بابا سیفی حالیش نیست عزیز من، بیا برید تو. لازم نیست من توضیح میدم به. لازم نکرده. فقط اینو بدون این پولا خوردن نداره. ارزونی خودت. آره. بیا اینجا. بیا اینجا. برو اینم بابا فکر کاره. سلام علیکم شرخان چاکری، همه رو برمیگیرم باره چراغ موشی. پرویز معلوم هست تو داری چیکار میکنی؟ آره؟ سیروس اومدی؟ یه دقیقه صبر کن ببینم. چی گفتی به این بابا اینقدر شاکی بود؟ حقیقتو مردم گناه داره. پرویز جان ما با هم شریکیم. تو اومدی اینجا کار بکنی یا یقه مردم بچسبی و بزنی نون من آجر کنی؟ من این نونی که با دروغ و دوک میخواد بره سر سفرمون 100% آجرش میکنم. میدونی به خاطر اینکه خواهر خواهرزادم میخوان از اون نون استفاده. بارو بینیم بابا تو خواهره. تو که آب از سرت گذاشته. آقا سمن میبینیم بابا چه بدبختی گرفتاریم اینجا. بدتر از من که نیست سیروس جان. این پسر فرزینه که پیشت کار میکرد کجاست؟ چجوری میشه پیداش کرد؟ فرزین؟ آره. اوه اسمشو نیار، با یه تیپا پرتش کردم رفت بیرون. یعنی؟ از صبح تا شب این بچه داشت اینجا مشتری ما رو قر میزد. صمد قربونت برم، دوری شده که به هیچکی نمیشه اعتماد کنی. آخه مرد حسابی تو که بهش اعتماد نداشتی واسه چی به من گفتی من ضامنش بشم؟ حالا مگه چی شده صمد؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ بابا یارو قصه وامشو نداده،
بانکم نامه زده به ادارمون، هم جلوی واممو گرفتن، هم میخوان حقوقمو بگیرن. یعنی جلوی حقوقمو بگیرن. توجه نبودی؟ جدی میگی؟ ببینی جدی بودی؟ عجب آدم بی وجدانیه. زیروز تو رو خدا، تو رو خدا یه دونه زنگ بهش بزن، ازش خواهش کن، بگو برو تسویه بکن. تو که میدونی من اگه وامم نگیرم بیچاره میشم. غصه نخور سمت جون، غصه نخور. الان زیر سنگم شده برات پیداش میکنم، گوشیشو میگیرم، میفرستمش بانک تسویه کنه. آه زیرو چالی داشتم، اگه دخترم فرشته بود فشارم اون میگرفت. خدا همه چه خوب شد اومدی. آه چیه؟ خاموش موبایلی. یعنی چی؟ زیرو سر خدا دستم به دامنت، یه کاری بکن. چیز نداره، شماره دیگه ای نداره، همسایه چیزی دوست. سمت جون را بیو. کجا؟ بریم خونه شون. آره من الان برادر بشم. بریم من ماشین دارم. دایی یه لحظه حواست باشه، من الان برمیگرم. با بند آب ندی. خیالت راحت راحت باشه. بیا. اشتباه نکنم باید این یکی باشه. الان برات ردیفش میکنم سمت جون. برو زنگشو بزن. باش. کیه؟ ببخشید خانم، منزل آقای فرزین سرمدی؟ شما؟ سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار علیه. بنده قیصری هستم، میشه بگید لطفاً بیان دم در؟ نیستن آقا. خانم ببخشید، من کار واجب باشون دارم. میشه بگین کجا؟ من چه میدونم آقا. یعنی چه خانم، شما چجوری نمیدونید شوهرتون کجا؟ شوهر چیه؟ این آقا دو هفته پیش اینجا اسباب کشی کرده رفته، الان ما اینجا زندگی میکنیم. لطف کنید دیگه زنگ نزنید. یعنی چی؟ بدبخت شدم، بیچاره شدم، وام از دستم رفت، وام نازنینم. به جون صمد داره دروغ میگه بابا، این زنه که؟ چی میگی تو؟ واسه چی باید دروغ بگه؟ ای داد بیداد، ای داد بیداد، دیدی من چه جوری بی اعتبار شدم؟ خدا بگم چه کارت کنه فرزین؟ بابا من سکه یه پور کردی؟ آخه من الان چی بگم به این؟ من خجالت میکشم بابا جلو. صداتی بیان پایین، ای بابا تقصیر خودت دیگه. همون موقع که میخواستی بیرونش کنی باید به من زنگ میزدی سیروس جان، که اینجوری نمیشد. حالا اشکالی نداره، چرا جوش میاری؟ فدای سره. قربونت برم، دمت گرم. بابا تو دیگه کی هستی؟ اصلا عین خیالت نیست، خیلی باحالی. معلومه که عین خیالم نیست سیروس جان، چون تو گن زدی خودت هم باید جمع جورش کنی. من فرزین چه میشناسم؟ به اعتبار تو من این کاری کردم. که چه؟ تو جای من بودی چیکار میکردی؟ دنبال کسی که نمیشناسی میگردی؟ صبر کن ببینم. نکنه فکر میکنی خسارت تو رو من باید بدم. بس که تو باید بدی، بس چی من باید بدم؟ برو ببینیم بابا، من اومدیم کار خیر بکنیم. من چه میدونستم این بابا تو زرد از آب در میاد. تو میخواستی کار خیر بکنی یا منو خونه خراب کنی؟ ببین سیروس، یا همین الان میری دنبالش پیداش میکنی، یا تا اون قرون آخرشو باید تصفیه کنی. تو که میدونی بابا من لنگ بامم، بامم جور نشه، خونه پیش خرید، جزیه دخترم، عروسی دخترم، خرج دانشگاه، همه میره رو هوا. چرا داری زور میگی سمت جون؟ من این الان کجا پیداش کنم آخه؟ از زیر سنگ. برو تو مغازه تخم مرغ شانسی، من چه میدونم. هر غلطی میخوای بکنی بکن، من واممو میخوام. سمت کجا داری میری بابا؟ وایس منم باید بیام. عجب آدم دیوونه ایه. خب مهندس اونو امتحان کردین؟ بله. حالا اینو بخورین، این مزه متفاوته. این بوی سرکه میده. بله دیگه، این چون که از گیاه، اگه اشتباه نکنم، سنگ شوانگ، یه گیاه خیلی نادریه تو چین، خیلی هم خاصیت داره. بخاطر این مقدار. خاصیتش چیه؟ ببینید خاصیتش چی بود مهندس؟ آب میکنه. آب میکنه. چی آب میکنه؟ چربی اضافه رو آب میکنه. آها اینه. من فکر کردم اونی که شستشو میده. بله ببینیم مهندس، این من
آب که نگو البته، بگو محو میکنه، بگو نابود میکنه. من سری اول که اینجا انتها بردم واسه یکی فامیلامون یه دو بسته شو به من هدیه دادم، مصرف کرده بودن، خیلی راضی بودن. زنگ زدم من گفتم تو یه هفته قشنگ باریک کرده بودن. ولی بو گم میده. خب جناب مهندس، از قدیم گفتن هر چی بوم ازش گندتر باشه مقوی تره. اصلا شما به طور مثال تشریف ببرین داروخونه یه دونه دارو میگیرین بوم ازش گنده دیگه، ولی در عوض اثر نیکو میذاره رو بدنتون. ببینین جان غفاری، من مطمئنم که این محصول اگه تو بازار بره من نبض بازار رو دستم میگیرم، چون که الان نیست موچول همه میخوام باریک کنم به استخون برسن. این دوای دردشه. راه دور میریم مهندس، همین خانم منشی ما 100 کیلو بودن، دو ماه از اینا مصرف کردم هیچ، الان اون به وضع مورد نظر خودشون رسیدن. بسیار عالی. من همه جنس رو با شما قرارداد میبندم. به به. به یه شرط. خواهش میکنم شما شرطتون میگی، من تو هیئت مدیره مطرح میکنم، حتما بهش رسیدگی میشه. شرط من اینه که این جنس کلا در اختیار من باشه، مونوپول من باشه. حلو. من میخوام تنها پخش کننده بازار خودم باشه. به به، قرارداد بسته شد. نیست، من خودم رئیس هیئت مدیرم، هیچ مشکلی نیست. بارکلو به این شمه اقتضایی. درسته شما همینه. باید کلا دست یه نفر بشه، یه نفر باقی که پخش کنه. دقیقاً. بله خب مهندس جان، اگه لازم میدونی اون قرارداد رو بیارین که بله با اتفاقی بله، فقط اگر اجازه بدین این قرارداد مشکل نداره. من یه مقداری احساس میکنم که حالم میزون نیست. عرض کردم خدمتتون، ببینید شما همینو بو کردین داره اثر میکنه دیگه، بخوره هیچ که وا ویلا، یعنی افاقه کرد الان. بله فقط میخوام قبلا دستشویی تو اینو که چیز کنیم من بدم بچه حسابداری تحت تنظیمات. نه نه، ولی امکان پذیر نیست، خیلی اورژانسیه. نمیشه. توالت کجاست آقا؟ توالت درش قفله. یه دونه نقلیش تو حیاط هستش، ببریم. من باید از تو آدمایش رو سر کاسه بعد. خانم ماشی لطف کنین شماره دکتر رضا تمجیری رو برای من بگیرین. فرشته تموم شد، باورت میشه همه یه جنسامونو فروختیم. فقط قول و قرارمون یاد نره. قول و قرارمون اون که 100 درصد اصلا به خاطر پاقدم شما بودی معامله سر شما منو زایه نکن، تعریفش کرد. من شرطی بودم. یه چیزی گفتی دیگه، ببین من خودم قول میدم یه کنکور آزمایشی باشی شما رو ثبت نام کنم. خوبه فقط تو ببین صدا میکنم چه دیارو من نگو چیه. بعد میگی برای مهندس. اگه ایشونو نظیر قولش من نمیذارم. ببین تابلو بزنه خوب بودی، آفرین. بشین اونجا قشنگ تابلو رو فر نکنه، خر کیف شده. خانم ببخشید میخواد چیکار کنم؟ اینجا خالی میکنی؟ نه بابا. آقا یه دقیقه صبر کنید دیگه، اساس که رو کول شما نیست، ببخشید یه دقیقه صبر کنید ببینیم این ماشین کیه گذاشته اینجا. بابا چه زحمت بکشید در خونه همسایه ها بزنید این ماشین مال کیه. بفهم چه شده. سلام گندم خانم، مبارک باشه. چه خبره؟ هیچ جهیزیه فریبا جون نمیبینیم، مبارک ماشین اینجا گذاشتن، من دیگه نمیتونیم پیاده کنیم، نمیدونم بعد چی کار کنیم. مبارک باشه فریبا جان، میشه جهیزیت رو ببینم؟ الان نه بابا، چی رو میخوایی ببینم؟ دیگه یخچال و گاز و ماشین لباس شوی، ماشین ظرف شوی، غیر و زاره که میدن نه بخشید با اجازتون مشتاق باید هستیم ببینیم دسته پا با مامانم درد نکنه. فریبورس بیا، تمام جهیزیه رو آوردیم، نمیدونم کدوم بیشوری ماشینشو پارک کرده جلو پل، نمیتونه وانت بیاد تو. فریبرز بیا تو رو خود رانندش پیدا کن، زودتر ردش کن. بس که این چای تقلبیا رو میخوری که همشون توی دیگه. چی داری میگی؟ مشتری اون تو همینجوری رحم تو باز میکنی داری میگی؟ مشتری؟ آره این ماشین همون مشتریه؟ خب میمرد دومتون طرفتر پارک میکرد. خانم عزیز، ماشین برای یکی از مشتری های خوب شرکت ماست، جلوی پل شرکت خودمونم پارک کرده. اصلا نماشین. بله بله
سلام علیکم. سلام. مال ایشون یکی از همسایه‌های خوب ما هستن، گویا یه باری دارن ماشین شما صد دارو کرد. البته اشکال نداره. میگم مال چه وجه بله. فهمیدم. لازم نیستش. من منصرف شدم. این آشغالای تقلبی هم ارزونی خودتون. نه بابا من اصلا اینا رو کلی پول دادم خریدم همشون رو. نوش جونتون. بابا همشون اصل است مهندس. خوب شما. همینو می‌خواستی. الان آقا می‌زمدی ماشینو بعد بعد بچم. مهندس برای چی ناراحت شدی؟ یه دقیقه به ما توجه کنین شما. ببینید چیزی نشدی؟ این همسایه اومده یه دقیقه. آی مهندس. جا آزماز میخوام ببرم. بعدش به دوش معامله میکردی. معامله ای که بخواد با دروغ سر بگیره میخوام 100 سر سیاه سر نگه. این چه گفتی بود دادی من خوردم؟ بذار ببینم چی میگه مهندس. چی میگه شما؟ برو کما. مهندس. بازی ماشینی کی بود را؟ بخت منه بدبخت بود. بابا چهار تا کاسه بشقاب دیگه اینقدر دیگه جارو جارانه نداره وسط کوچه را انداخته دیگه. کاسه بشقابه؟ خب تو بگیرش دیگه. خب تو باید بگیرش خب مامانه دیگه فکر میکنم. نفیش شو بابا. یکی بگی من اینجا چیکار کنم؟ هیچی شما در دقیقه بگی بیا آقا. بابا ببینیش. چه موجه خوبه؟ خیلی ها چه هست؟ خیلی که نورت باشنی فریده از این فریباست دیگه این پس بزنید بابا بزنید به افتقانو فریبا خانم نه این کار بعد این نابده برشت خانمه بیا بیا کمک بیا بیا کمک کنید کمک کنم نه خیلی مشتری رو نگر داشته باسم حالا بیگاری هم میخوای بکشی خجالت بکش بسی که عروضی خواهر تا بسی که شادی کنی شنگول بشی بزن ببینم ریب رب دواری شب از ما بیگلک بارو گام شه بزن بیری بلی ایزما ایزما رب بار بارو گام بیری سی بارو تو بیری گا دوبا تو بیری گا لبک با دست 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 میخوره سنا میخوره بیا غم پیش باز بارو باز دیری بی دیگا دوباره با دیر وای 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 مامان خانم تو خدا خود آقا سیفی بگین آرومتر میشه چرا؟ برامون میره جلو در همسایه حالا فکر میکنم من ترشیده بودم بابا بیلشون کن اتفاقا مثل چشاشون بزنه بیرون من باید بدونه که پدر مادره تو چه چیزیه بهت دادم ببین قیافه هاشون رو دیدی سلامت باشی سلامت باشی قیافه هاشون رو دیدی داشت از حسادت میترک کجا اینجوری بودن بدبخت اینا که خیلی هم خوشحالم ای بابا اومد سلام علیکم مبارک باشه حالا شما خوبه خیلی ممنون دستتون درد نکنه زنگ تماس بگیرید سلام علیکم بیا 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 آقا بیا آقا سلام بابا سلام بیا بابا جان بیا بیا سلام بابا مبارک باشه علی نکم آقا سیفی بیا گندم یه دقیقه کارت دارم چی میگه مامان چی شد چی شد گفتم شاکی میشه هم آجونا دیدی چی شده سلام بابا جون سما سما چی شده؟ چه سما؟ سما؟ با سما چی شده؟ مرد این خونه کیه؟ چطور؟ بابا سوال منه با سوال جواب نده مرد این خونه کیه؟ بزرگ این خونه کیه؟ خب معلومه شمایی ایشالا همیشه هم سایت بل سرما باشه و چرا یه نفر توی خونه واسه حرف من ترم خورده میکنه ای خدا اون روزو نیاری این چه حرفی میزنی مگه من نگفتم خرید نکنید دست نگه دارید بابا سمت طرف آشنای آقا سیروسه چک دادی واسه 10 روز دیگه نگرانی میکنیش واسه 20 روز دیگه خب بگیم 30 روز دیگه اصلا خوبه اصلا به سیروس میگم باش حرف بزنه بگه فعلا دست نگرد با سیروس دیگه میشه من اعتبار نداره همینجوری که امروز پشت من رو خالی کرد باعث شد وام و حقوقم بپره فردا که دو تا چکم بیاد میگه این قضیه به من هیچ ربطی نداره بابا یه جوری حرف بزن منم بفهمم که این جوغ زل نزنم بهت بابا این یارو فرزین پسر شاگرده شد اوبار گو میخوام براش وام بگیرم ضامن کارمند میخواد 2 ساعت رو مخ من کار کرد 2 ساعت گفت من خودم به اعتبار خودم ضامنش میشم حالا که یارو قصهشو نداده رفته زدی زیرش گفته من هیچ مسئولیتی قبول نمیکنم حالا وامم که فریده هیچ حقوقم هم نمیدارم فردا خب این چه ربطی به جواز فریبا داره سمت بابا مردم اومدن اینجا زشته دخترت سرفکنده میشه جلو مردم بذار بارو خالی کنی اگه پول جور نشد چی؟ کجا میری دیگه میری چی رو بکنی؟ خیلی خوب اصلا میگم خالیش نکنن خوبه اصلا میخوای این کارو بکنیم هماینا که رفتن به فریبرز میگم دوباره اساسو بار وانت کنه ها به خدا من و فریبا راضی نیستیم تو اینقدر هرس بخوری سلامتی تو در درجه اول اهمیته بر ما اصلا میگم بارو خالی نکنن راضی شدی خوبه گندو
برو بگو بارو خالی کنه تا در روز دیگه خدا بزرگه. فقط اگه پول جور نشد میشه پس داد؟ پنپا هممون پاهامون رو زنجیر میکنن میفرستن قطاری زندان. معلومه که میشه، خودت گفتی خدا بزرگه. خب پس منم میام دیگه. اینجوری میخوای بیا؟ چجوری چیه مگه؟ میخوام برم مانتو ببوشم، رو سری بذارم، آرایشم بکنم که خجالت نکشی؟ خب چیه مگه این؟ نمیخواد، تو بمون استراحت کن. فرشته بابا این فشار منو بگی، ضعف دارم، فکر کنم فشارم پایینه. رنگ و روتونم که پریده. انشالله یه روز خانم دکتر بشی، بیام مطبت، فشارمو بگیری، پول ویزیت بدم، موقع کف کنم. حالا که معلوم نیست بابا جو. داده بیداد چی فکر میکردیم چی شد؟ بابا جون چرا انقدر خودتون رو اذیت میکنید؟ نگید فضول به حرفامون گوش دادا، صداتون بلند بود شنیدم. به خدا فریبا راضی نیست انقدر خودتون رو اذیت میکنید. اگه این وام درست نشود میریم جهیزیه رو پس میدیم. خب تو درس رو بخون دخترم، کاری به این کارا نداشت. حواست کجاست؟ حواسم هست. ترکیدت بس بادش کردی؟ 10/6 خوبه؟ خیلی پایینه بابا جون. من میرم یه آب قندی چیزی براتون درست کنم بیارم. یه رو به شیشه. بابا جون خوبی؟ آره دخترم خوبی. آقا جون چی شد؟ فشارت اومد پایین دوباره؟ چیزی نیست دخترم، نگران نباش. بالاخره سن که برسی به 50 فشار آدم میره بالا دیگه. مادرت کجاست؟ ماما گدوم جونم ببین یه زنگ بزن مراسم شب و برمیش بزن. چرا؟ برای بگه این هم نزنی بهت بخوره دیگه. برای چی آخه؟ ببین خانم ما چیز زیادی در مورد این خانواده نمیدونیم. نمیدونیم؟ ممکنه... چطور نمیدونین؟ شما فریبرز که یه هفته تموم رفتین تحقیق کردین، تتوی همه چیزم در آوردین. آشنای آقا سیروس اینا هم که هست. ده همینه دیگه، چون آشنای سیروسه دارم میگم مراسم امشب رو به هم بزنید. بابا جان یه آدم اومده واسه شاگردش وام بگیره، برگشته گفته من ضمانت وامشو میکنم، بعد میزنه زیرش. فردا اگه این سینا یه چیزی تو گیر دارش باشه قابونم میزنه زیر اون دیگه. من اینو میشناسم. آخه همه چی رو داری با هم دیگه قاطی میکنی؟ این سینا اومده تو این خونه، رفته اینا هم دیگه رو دیدن، پسندیدن، ما رضایت دادیم. مردم آخه سگی در خونه ما نیستن که یه روز بگیم کیش کیش برو بعد بگیم ناز ناز بیا. بابا جان حرف من بی خود منو معاصره فکری نکنید، بذاری من حواسم سر جاش باشه. ببخشید. ببین گندم چی دارم بهت میگم، دو تا را بیشتر ندارید. یا قراره امشب و زنگ میزنید به هم میزنید، میخواییم به هم یا... بزنید میذاری من حرفمو بزنم یا نه؟ ببخشید یا چی؟ یا اینکه زنگ میزنی قراره امشب و به هم میزنی. با اینم چی شد؟ میگم منظورم این که زنگ میزنی به این اما خانم اینا میگه تو مراسم امشب نباشن. آه پس از دست سیروس ناراحتی میخوای مهمونی امشب و به هم بزنی؟ من به هم میزنم؟ پنپا فرشته قرار سیبیل بذاره بره در خونه شون بگه من سمدم پدر عروسی به هم بزنه. من برم؟ آه اینه دیگه کدوم بر دلم بذارم. بابا جان شما چرا نمیفهمید من چی میگم؟ من دارم میگم این سیروس تمام برنامه ریزی های منو به هم زده، با من پریده، فردا حقوقم هم میپره. من اصلا دوست ندارم این آدم امشب پاش خونه من بذاره. اینقدر استرسم ندید. زنگ میزنی یا نه؟ میزنیم. آره بابا من خودم هم یه جوری با هما خانم صحبت میکنم. شما هرس و جوش نخور، دستم داره میلرزه. ولی بالا غیرتا امشب هم مثل که ما مهمون داریم ها، هیچ کدوم کمکی من نکرده. شما که قرار بود خرید کنین کو بده بره فریبرز. فریبرز کجاست؟ بوق کرده تو زیر زمینه. برای چی؟ مامان خانم سوزی داده مشتریش پریده به جهنم. که پریده
بیا برو به پریواز بگو بخره. الو مادر، فری برجون قربونه شکلت برم، میری بر من خرید کنی؟ امشب یه عالمه مهمون دارم، آبرو میده. این که شیرین نیست. قربونت برم، فدات بشم، قربونه پسر خوبم برم، من جلی مهمونا صرف کنده نکن. آفرید، من لیست خرید میارم پایین، قربونه شکلت. سوی جو بس چی برداشتی؟ میخوام بفرستم سر سیمتری بره خرید کنه، میوای آقا یوسف و گربای تو کوچم نمیخورن که. حالا بدون ماشین نمیشه بره خرید کنه؟ فقط بهش بگو مواظب باشا، بعد جایی پارک نکنه، جریمه ها دو برابر شده، من نمیتونم بدم ها. با تو هم گندو، بعدش هم بگو ماشینه برداره بیاره از سر جای اصلیش. وا کن دیگه اون اخماتو امشب، بله برون خواهرته شگو نداری اینطوری سه گرمه ها تو هم باشه ها. لیستو بده. حفظ کن. 2 کیلو پرتقال، 2 کیلو لیمو شیرین، 2 کیلو نارنگی، 2 کیلو سیب، 2 کیلو خیار، یه چند تا موز برای روی ظرف میوه، یه دونه هندونه اینقدیان بگیره خوبه بس. در ضمن اثر سیمتری هم خرید کن، از این آقا یوسف نه هر کی جنساش خیلی بنجله. اینم پول، اینم سویچ. میگم میخوای به این آقا زنگ بزنم ازش عذرخواهی کنم؟ آره خب من کف دستمو بو نکرده بودم که دود از شوییه. لازم نکرده مادر، نهیده چی جوی در رفت؟ خب بهتر شد یه خیریتی توش بوده، به فال نیک بگیر. قطعا نگیرم چی کار کنم؟ فری برس حواسم هست مادر، مواظب خودم هستم. نه، مواظب ماشین باش، میدونی که بابا چقدر رو ماشینش حساسه. منظورم دقیقا همین بود. بله سلام گندو خانم، خوب هستین؟ بله بله گوشی خدمتتون. ماما جانم. گندو خانومه این سلام برسون. چی سلام برسون؟ با شما کار داره؟ آه فقط یه مقدمه ریز با شما برو. آه باشه، خیالت راحت. خوب میگم اگر مثلا نگران نباش. الو سلام گندو جون، احوال شما؟ خوب حالا رو بده بابا. بده جان یه دقیقه برو اون سشوها رو بیار، میخوام موهامو خوش کنم. بابا ول کن دایی جان، کدوم مو؟ بذار یه خورده خیس بخوره از این خشکی در بیاد، حداقل 4 تا مو سبز بشه. آها آدم حلالزاده به دایش میره، وقت ما میرسه سبز شدن وسط موی سرته ببینیم، بعد ما بگیم وایستادی. خب برو دیگه. سلام بابا. سلام بابا. سلام همون خان گوشی، چطوری؟ خوبی؟ چه سلامی؟ چه علیکی؟ سیروس رو خجالت نمیکشی؟ بفرما، باز شروع کرد ما اومدیم خونه. خجالت برای چی بکشم؟ چی شده ماما؟ هیچ بابا، این مامانم از که روزی دوبار به ما علکی گیر نده، روز شب نمیشه. من علکی گیر میدم؟ همه زحمت های آدم رو به باد میدی، بعد میگی من علکی گیر میدم؟ ما چند تا خواستگار برداشتیم بردیم واسه فریبا تا آخری سینا رو پسندید. ما چقدر بدبختی کشیدیم تا این دختره بره راه واسه کیوان و فرشته با بشه. خیلی خوب، حالا مگه چی شده؟ نکنه قضیه وام رو شنیدی؟ بابا فرزین رو تو معرفی کردی به صمد آقا، اون به اعتبار تو رفته ضامنش شده، حالا که طرف ول کرده رفته تو زدی زیر همه چی، میگی به من مربوط نیست. خب بابا طرف زندگیش رو عواس. به جون هما خانم، مهد از این پسر اینقدر ناراحتم که الان رگمو بزنی من خونم در نمیاد. چی میگی؟ ببین واسه من چاخان پاخان نکن. با اجازت گندم الان زنگ زد، گفت تو مراسم امشب نباشیم. خیلی خوب نباشیم، حتما میخوان جلسهشون خصوصی تر باشه. نه خیر، صمد خواسته که ما نباشیم. ای بابا، شانس منو بدبخت رو ببینم. بفرما هم خانم، حالا به حرف من رسیدی؟ چیو؟ آدم بی منطقی که به خاطر یه وام میگه خونه من نیاین کوچی، تو میخوای بری با این خونه وصلت بکنی؟ بابا اون وام همه زندگیشون بود. ماما جا زندگی کسی برای ما مهم نیست که. شلوغش نکن، مثل که ما گشته بودیم تو شقیقهشون، دوستاش امضاش کرد. هما خانم، هما خانم کوچی، ببین آقا سیروس، بیا اینجاست. من به عنوان یه مادر همه وظایفم رو برای این بچه انجام دادم. بابا ناسلامتی، تو هم پدرش دی؟ پدرشم، نوکرشم هستم. این نشد اون یکی. اصلا گوش کن میرم، اگه دختر قهده
بابا براش دختر میگیرم تحصیل کرده با سواد خونواده دار. اصلا تو فکر میکنی این پسر ما مگه چند تا دختر دیده؟ بابا یه دونه دیده اونم عاشق شده، اینم با جزت از سرش میپره تموم شه میره. بابا جون نوکرتم. بابا اصلا ناراحت نباش، خودم برات دختر میگیرم که کیف کنی. السلام. بابا من اصلا زن نمیخوام، بی خیال من بشین. چه خبره تو مرد؟ عشق با چرا در آوردی؟ خودت جوانیات یادت رفته روزی صد بار عاشق میشدی؟ چند تا خونه رفتیم خواستگاری دومده گرفتن انداختم بیرون، بعد من ساده بدبخت بیچاره گول اون زبان چرب نرمتو خوردم، این خواهرم اوکی کردم برات؟ حالا میگی چیکار کنم؟ برم رو دست پاش بیفتم التماسش کنم دخترتو بدی به پسر من؟ اونم یه آدم قزمیت یکلا قبای در پیداش این سمت؟ آقا سیروس این بچه هیچ گناهی نداره، خودت باید درستش کنی. اصلا من هیچ کاری ندارم، هر کاری که دلتون میخواد بکن. نگران نباشین، نگران نباشین، خودم الان ردیفش میکنم، یه اوکی میزنم الان. دایی جان اومدن. بابا بیا فرض دیگه لایم ماشین مدل بالا اینجوری بوق می‌زدی؟ حالا که مدل بالا نیست قیافتم به اخو نمی‌خوره. هیچم کو اپ مافت ندم بابا. بابا کجا رفت؟ برش دار. بابا اگه ازدواج فامیلیه من نباید بعد ماشین رو عجله دارم. ای بابا چرا خوابیدی داشت؟ یه ساعت علاف اون کردی اینجا بیکار نیستی که؟ یارو بر نمیداری داشت ماشین؟ بابا خبری دقیقه استار نمیزنه من هول بدم. آقا یه کمک بده این ماشین رو هول بدی. بده دنده اقا. خلاص کن بابا خلاص کن. توی چه بکن بیز دنده اقا؟ توی چه بکن؟ توی؟ بایستا میره از نامن؟ بایستا کجا میری؟ بایستا کریم؟ بله. من میوه آزاد خریدم اینجا جا گذاشتم، نهیدی؟ بردی هم موقع با عمو کریم، خونه همون مهمون داریم، نفسیه میشه. شوخیش هم قشنگ نیست. آقا یوسف، زحمت کشینا رو بکش، حسابش هم بنویس، مامانم میاد حساب میکنه. که فریبرز خریده؟ خاک به سرش نگاه کن، این پرتقال یا گردو، سیباش هم که همین قدیه، این خیار آخه تو رو خدا. واقعا که بچه من میوه نخره بازار میگرده، چی میوه یه آبرومون میره؟ فریبرز، فریبرز، این آشغالا چیه خریدی؟ نمیخورم بابا، نمیخورم. من کی گفتم بخوری؟ میگم این آشغالا چیه خریدی؟ خاموش
خوشش کن یه دقیقه اونو. آخه سر کاسه کی میوه میخوره آورده اینجا؟ گفتم بیا میخورم دیگه. من کی گفتم تو میوه بخوری؟ میگم پول مگه علف خرسه جون؟ پول علف خرسه؟ این چه میوه‌ایه تو خریدی؟ خب از همین یوسف میخریدی اگه قرار بود آشغالا بخری. خب ماما شما اصرار کردی برم سیمتری دیگه، اونجا هم بسته یه داد دست منم آوردم. آخه برادر من زشت نیست ما اینا رو شب بذاریم جلو خانواده دوما؟ چه خبره بابا؟ چی شده؟ ای وای خوبی؟ سلام. دایی بمیرم. سلام طوری فرشته. چی شده؟ اون دستگاه رو بیار فشار رو بگیر. نمیخواد دختر. بابا از تو 10 بار فشارم رو گرفتی. سمر خدا بزرگی اینقدر خودتو ناراحت نکن. به خدا اگه بلایی سرت بیاد من این بچه ها دق میکنی. بخند بابا گور پدر مال دنیا. ناسلامتی امشب بله برونه دخترته ها. بابا جون میخوان یه بهونه بیاریم همه چیزو بندازیم عقب. شما هم سر فرصت به کارات برسی. بابا بیار دیگه اون دستگاهو. نمیخواد دختر جون نمیخواد. مادر راست میگه خدا بزرگه. برید. برید آماده شید الان میمونم میرسیم. میخواد یه لیوان عرق بیدمشک براتون بیارم؟ عرق بیدمشک میخوایم چیکار دختر؟ من گفتم بابامو میگیرم برای فریبا جهیزیه میگیرم بقیهش هم میدم پول اون خونه نیمه ساخته که بریم سر زندگیمون که از دست این 30 روز لعنتی هم راحت بشیم که نشد. ای بزشته بعد اینطوری بغض میکنی بدبختی اینم دلش اینه من مثل گنجیش میمونه. به خدا سمد من این بچه ها راضی نیستیم تو اینقدر عذاب بکشی. خدا به سر شاهده میگم این فریبرز وانت بگیره صبح زود علت طلوع بره تمام این بساطو پس بده چکتو بگیره. برش کن خانم برید آماده شید برید بابا چیزی نیست برید. آقا هیچ کس لازم نیست هیچ کاری بکنه. بابا من هر جوری شده فردا از زیر سنگم شده من مشتری پیدا میکنم تمام جنسامو زیر قیمتم شده میفرستم بره کار شما رو راه میندازم. حالا ناراحت نشدی بابا بخره حالا باشی یه فکر باحالی میفوها بکنی بعد اینا رو بذاریم جلو بهمون. مامو من میگم حالا که اتفاقی افتاده دیگه همه اینا رو آبشو بگی آب میوه بذاریم جلو بهمون. به سرم آب میوه بذاریم جلو بهمون. یه سوپر میوه بزرگ پشت کوچه وا شده میوه میفرسته با پیک. خوبه اون وقت قیمت خونه باباش میگیره. نداره خانم زنگ بزنی زره بیاره با همینا قاطی میکنیم میذاریم جلوشون دیگه. ای وای خاک به سرم اومدم. باشو شما جواب بده یکم معطلشون کن زود باش. وای چی کار کنیم؟ ای وای بله بفرمایی. نه بابا به همین زودی؟ باشه باشه الان میام. خب در باز میکردی؟ میگه میوهاتون آوردن. ما که میوه سفارش ندادیم هنوز. لابد کسی با همون شوخی کرده. آره آره احتمالا یکی از دوستای منه داره شوخی میکنه. منم کی دوست تو غلط کرده؟ مگه ما شوخی داریم باهاش؟ لازم نکرد من خودم میرم. مامان بابا رفت برم برو. باشه میرم. کاپشنت هم بردار. مال بابارم بردارم؟ ها نه پا کاپشن منو بردار. باشه برمیدارم. چی واسادی من نگاه میکنی؟ خب بریم به کارتون برسین دیگه. الان میان. سلام. بفرم واقعا میوه آوردی؟ من گفتم این آقا فریبرز یا وضعش خوب شده که ماشین شیک سوار شد و خرید کلی میکنه یا اینکه مهمونیه. گفتم بیام یه سری بزنم. دست درد نکنی بابا. سلام آقا پژمان چطوری داشی؟ سلام پارسال دوست امسال آشنا. بده من آقا جون شما اینو برم بالا من باهاش صحبت میکنم. باشه بسرم تعارف بزن رفیقت بیاد تو بده. آقا جون وایسا تعارف چیه؟ این دوتا که به ما پول بده نیستن. شاید شما یه کاری واسه ما بکنی. چه پولی؟ قضیه چیه؟ نمیدونم قضیه چیه؟ نمیدونی؟ نمیدونی؟ اینو رفیقش 2 تومن از من گرفتن که 1 ماهه بدن. ولی الان 1 ساله که دارن امروز فردا میکنن. آخر بعد از 100 بار 2 روز پیش اومد به من قول داد که پولو بده. امروز بهش زنگ زدم گفت اومدم قش و یکی پول طلب کنم تا 3 روز دیگه برمیگردم. امروز هم سر سیمتی دیدمش داره خرید میکنه. فهمیدم که خالی بسته و کلن ما سر کاریم. خب حالا چی میگه؟ میگه پول نمیدم؟ رو تو کم کن من شوخی ندارم با تو. مثلا تو خجالت نمیکشی این نقله نواد دروغ میگی؟ نه من نگفتم. اینجوری میخوای مشکلات من رو حل کنیم؟ بری بار حرف نباشه. آقا جان شما امشب رو برید خواهشن. فردا صبح بیا با هم دیگه صحبت میکنیم. توجه نبودی؟ آقا جون احترام شما واجبه ولی راه نداره باور کن.
اصلا برو در خونه کیوان رفیقشه. ناسلامتی اینا با هم شریکن دیگه. برو از اون بگیر. کیوان کیه؟ شازده پسر شما از من پول گرفته. عزیز من قیافته چرا اونجوری میکنی؟ پدرم از سنی ازش گذشته، موهاشو تو آسیاب سفید نکرده، روی راهنمایی داره تجربه اینا میگه برو. آقا جون شما میشه حرف نزنی؟ من میگم برو در خونه کیوان، باباش رات میندازه. خونه‌ش هم همین نزدیکیاست. منم میگم که منو جای دیگه حواله نکنی. عزیزم جای دیگه چیه بابا؟ خونه‌ش میگم همینجاست. همین کوچه رو برید سر همین. اینا کجا دارن میان؟ کیوان اینا اومدن. باز این مادرت واسه حرفم ترم خورد نکرد. مگه من نگفتم اینا نیان؟ نمیدونم گفته بودی آقا جون؟ نگفتم. من در جریان نیستم. گفتم. گفتی. حالا دیگه اومدن دیگه اینا کیوان. چقدرم بدم میاد ازش. آقا صمد گل بابا موقعی کجایی تو؟ قربونت برم. سلام. آقا حال سلام. مخلصت چی؟ بابا ما نفسمون میره و میاد. تو اینو کردم. اون قضیه فرزینم حل شده است. فردا صبح اول وقت میرم بانک برات ردیفش میکنه. آه. بله. جون سیروس واقعا؟ بابا جون من معرفی کردم. دندم نرم. چشمام کور. بابا دم در بعد. بابا خانم بفرمایید تو. بریم تو. بفرمایید. آقا بفرمایید. نه این نه این نه تو. ایشی پشمای که دوستان من چطوری داشتی؟ حرف بی خودی نزن ها بزر ببینم چی میگه؟ چی کار داری؟ آقا جو ما نباید از صد نفر توضیح بدیم که این به آقا پسر شماست. من این دوتا پول طلب کنم، پول همو میخوام. ببخشید فردا رو ازتون گرفتن. خب بریم فردا بیاین. اینا مهمون دارن زشته. سمت جو این ردش کن بره. حالا اینا میرن آقا بابا جان چجوری ردش کنم سیرو جان؟ من تا پولم رو نقد نگیرم کسی نمیتونه من رد کنه. بزن نقد میخوام. همینجا باید تا زیر پا دلف سبچی. آقا بریم تو. بریم بابا. آقا چه خود سینا اینا اومدن هستن. بریم تو. بریم. کجا؟ کجا در میریم؟ من تابه